د پوهنې وزارت سرپرست هغه څرګندونه چې په هیواد کې له شپږم ټولګي پورته د نجونو ښوونځي په لرو پرتو سیمو کې د کلتوري او محدودیتونو له امله تړلې پاتې دي، افغانانو کلک غبرګون ښودلی او ویلي دي چې د نجونو پر مخ د ښوونځي تړل کېدل د افغانانو د کلتور برخه نه ده. نورالله منیر د دوشنبې په ورځ په خوست ولایت کې خبریالانو ته ویلي وو چې په لرو پرتو سیمو کې د نجونو پر مخ تر شپږم ټولګي پورته ښوونځي د کلتوري محدودیتونو له کبله تړل شوي دي. دا داسې حال کې ده چې د پاکستان پخواني صدراعظم عمران خان د افغانستان په اړه د اسلامي همکاریو هیوادونو سازمان په غونډه کې ویلي وو چې ښځو او نجونو ته د کار او یا زده کړو مسله په افغانستان کې یو فرهنګي او کلتوري مسله ده چې نړیوال باید دغه حساسیت په پام کې ونیسي. په همدې حال کې د اسلامي امارت د بهرنیو چارو وزارت ویان عبدالقهار برخي څه موده وړاندې د چین له سي جي ټي ان تلویزیون سره په خبرو کې ویلي وو چې د نجونو ښوونځي د افغانانو د سخت لیدلوري له کبله تړل شوي دي. سلامونه، ستړي مشئ، زه عبدالرب زازیم د ډیالوګ خپرونې ته هرکلی وایم. په نننۍ خپرونې کې د ښوونځي په تړاو د پوهنې وزارت په څرګندونو بحث کوو چې ویلي دي د نجونو ښوونځي د لرو پرتو سیمو کې د کلتوري محدودیتونو له کبله تړلې پاتې شوي دي. نو پر همدې موضوع د بحث لپاره راسره په خپرونې کې قدرمنه میلمه د ښځو د حقونو فعاله سوریا پایکان راسره دی. آغلې پایکان، اول لومړی سلام، بیا مننه چې زموږ سره په بحث کې ګډون وکړ. آغلې پایکان، د پوهنې وزارت دغه څرګندونې تاسې څنګه ارزوئ چې ویلې دي د ښوونځي تړل کېدل یې د یو لړ د لرو پرتو سیمو کې د کلتوري محدودیتونو له کبله همدغسې بند پاتې دي؟ سلام به شما و به شنوندگان محترم کابل نیوز و همچنان مردم افغانستان و همکاران شما، تشکر که دعوت کردین در این برنامه. بس بسیار مهم است و هر روز از هر جا صداهای مختلف و گوناگون در مورد مکتب دختران بعد از صف ششم بلند میشه و هر روز مسئولین امارت اسلامی، حکومت طالبان بهانه های مختلف و پیشکش حضور مردم افغانستان میکنن و فکر میکنن که مردم افغانستان این موضوعات درک کرده نمیتونه. اطور نیست. یک روز بهانه میکنن که نصاب درسی درست نیست. خب اگر نصاب درسی درست نیست، پس بچه ها خب میخوانن این نصاب یا تغییر کرده نصاب درسی بچه ها، باید یه پاسخ بگویم. نصاب درسی است که امیلازن بچه ها تا صف 12 میخوانن و همچنان در شمال مکتبه که بچه ها دختر ها میخوانن در اونجا این نصاب عملی میشه. روز دیگر بهانه اجاب دختر ها هست. این مثلا هم کاملا حل است برای از اینکه حجاب بسیار مناسب دختر های افغانستان داشته و همیشه با یونیفرم سیاه و چادر سفید و مکتب رفته پوشیده بوده. موضوع دیگه اختلاط بچه و دخترها را میگه، در حال که مکتب دخترها و بچه همه در سالهای سال ای جدا بوده از هم دیگه و شما میدانید که مسئله معرف و درس و تعلیم از 100 سال بیشتر در این مملکت بسیار علاقمند خود پیدا کرد و مردم افغانستان به معنی درس و تعلیم پی برد و فهمید که زندگی انسان ها وابسته و فراگیری علم و دانش و تعلیم و تربیه است. و حال هم سرپرست محترم وزارت معارف افغانستان ادعا دارد که محدودیت های فرهنگی و کلتوری در زمینه درس و تعلیم دختران بعد از ششم وجود دارد. این ارتباط میگیره با مسخنی که آقای عمران خان صدر اعظم سابق پاکستان هم این مسئله را گفته بود که افغان ها اصلا فرهنگ مکتب رفتن ندارد دخترانشان، در حالی که ایره ما صریحا رد کردیم و شدیدا رد شدیم. مثلا من میگم که در افغانستان اقوام مختلف زندگی میکنند و اقوام مختلف و شریف افغانستان همه به علم و درس و تعلیم علاقه دارند و هیچ کس نمیتونه بگویه که محدودیت های فرهنگی و یا مردمی وجود دارد. مردم افغانستان طرفدار علم و دانش است و هر لحظه میخوایم که در مکتب بروی اولادشان باز شود. شما ببینید اگر فردا حکومت سرپرست طالبان اعلان بکنه که مکتب دخترها باز است،
باز دیده میشه که با چی قدر شوق علاقه امو غریب ترین پدر که اتا پول نان هم نداشته باشه دختر خود به مکتب روان میکنه و این نشان میده که چی قدر مردم افغانستان خانواده ها فامیل ها به درس و تعلیم علاقه دارن. پس این بهانه ها نمیتونه که مردم قناعت بده. از این بهتر این است که بگویم که در امور داخلی خود که عبارت از ده ها امور بود در پالوش که اساسی ترینش هم مسئله درس و تعلیم بود بگویم که کوتاه آمدن و نتانستن تنظیم بکنن این مسئله را، یا ای که کدام نیروی بازدارنده وجود داره که مانع درس و تعلیم دخترهای بعد از صف ششم در افغانستان میشه و حراس از رشد و دانش و فهم زنان افغانستان وجود داره و ما میفهمیم که افغانستان زمان متحول میشه که در اونجا علم و دانش وجود داشته باشه و دخترها که بخشی از جامعه افغانستان است، زنان که پیکری از جامعه افغانستان است، اونا میتونن که در تحول توسعه و رشد افغانستان با کسب علم و دانش اینا تلاش بکنن و مؤثر واقع شوند. در غیر از اون ما یک افغانستان تاریک، یک افغانستانی که به جهل فرو خواهد رفتیم و هیچگاهی به علم و ترقی نخواهد برسیم، اینطور یک افغانستان به ما تقدیم مردم افغانستان خواهد کردن و در اینجا کشورهای منطقه و جهان استفاده عظیمی خواهد بود. آقای پیکان، تاسی د عمران خان هغه تیرو سرګندون ته اشاره وکړه چې ویلي و چې په افغانستان کې د ښځو زده کړې او کار یا کلتوري او فرهنګي مساله ده او نړیوال باید دا حساسیت درک کړي. او څومره مخکې د افغانستان پخوانی ولسمشر حامد کرزي هم ویلي و چې په افغانستان کې در شپږم ټولګي پورته د نجونو ښوونځي د پاکستان په امر باندې تړل شوي دي. تاسو په نظر په دې مسله کې بعضې هیوادونه دخیل نه دي تر څو هغوی غواړي چې دلته باید علم وده ونه کړي او نجونه همدغسې بې زده کړو پاتې شي او په عادي مسالو کې نو دوی ته افغانان احتیاج اوسېږي او چا په سر هم درد شي، یعنی افغانستان کې ډاکټر ونه لري او اړتیا ور دې ته پیدا شي چې هغه لاړ شي په بهرنیو هیوادونو کې هغه عادي تلاوۍ دپاره هم هغلته علاج دپاره هلته ور شي. دقیقا موضوع اونه که باید تعلیم در افغانستان جلوش گرفته شود، این یک تاریخ بسیار طولانی و پیشینه بسیار سابقه داره. از زمانی که استعمار انگلیس در افغانستان دست خود دراز کرده بود، از امون زمان جلو علم و درس و تعلیم در افغانستان مخصوصا بر زنان گرفته میشد. مکتب بر مردم افغانستان یک چیز بسیار بد جلو داده بودن که یک کسی اگر اولاد خود به مکتب روان کنه او در حقیقت گناهکار است و او اصلا مسلمان نیست، به این شکل تبلیغ کرده بودن. ولی بعدها حکومتی که به وجود آمد و طرفدار علم و تحصیل بود از زمان ملا خان تا کنون، اینا جبری ساختن درس و تعلیمه. باید همه کس اولاد خود به مکتب روان میکرد تا اینکه افغانستان رشد بکنه و ما بتونیم در قطار کشورهای جهان قرار بگیریم و بتونیم از علم مدرن استفاده بکنیم. اینجا بود که مردمی که درس اولاد خود نمیخواست به مکتب روان کنه، دولت جبران میخواست که باید اولادشون درس بخونه و حتی اگر روز اولاد کسی به مکتب نمی آمد و غیابت میکرد، در اون صورت دولت موظف بود، مسئولیت داشت که باید بره از خانواده پرسان کنه که دلیل نیامدن اولادشون به مکتب چیست. تا این که این به یک فرهنگ بسیار قوی تبدیل شد، تاریخ ما نشان میده که از اثر اندیشه های بیگانه ها ما نمیتونستیم که به درس و تعلیم اولاد خود روان کنیم و بعدش وقتی که حکومت ها مسئولیت گرفت و این به قانون اساسی جا دادن و جبری ساختن در سر، اینجا شد که به فرهنگ اصیل افغانستان ای تبدیل شد و قوی یعنی فرهنگ بسیار علم‌دوستانه به مردم افغانستان مروج شد در بین مردم و حکومت ها در وقت و زمانش مسئولیت خود ادا کردن. من نمیدانم که آقای عمران خان با کدام دلیل چنین یک اظهار نظر کرده بود و اصلا او نباید نمایندگی از امارت اسلامی میکرد و مخصوصا در عرصه درس و تعلیم دخترهای افغانستان. این مسئله طالب ها و مردم افغانستان بود و او چرا در اینجا شفاعت کرد؟ این خودش سوال برانگیز است. و موضوع دیگر که بعدها شهباز خان اعلان کرد که ما میخواییم درس و تعلیم دخترهای افغانستان آنلاین بسازیم، ببینید دو تا مفکوری متضاد هم، یکی ما را
میگفتن که فرهنگ درس خواندن مردم افغانستان نداره و دیگهش میخواید که پروژه برای خود داشته باشه تا از این طریق بتونن منشأت خود به دست بیارن. آقای کرزی در وقت و زمانش بسیار بر رشد تعلیم و تربیه و علم و دانش تلاش کرد و همیشه خودش میرفت زنگ مکتب می نواخت. این خودش نشان میداد، قوت میداد مردم که باید مردم اولاد خود را به درس و تعلیم روان بکنن و تعلیم و درس را میفهمیدن که یگانه پایه اساسی رشد مملکت است و باید همه درس بخوانند، دختر و پسر همه درس بخوانند. حالی که در زمان جنگ بود، ممانعت ها بر درس و تعلیم بود، در قریه و قرا جنگ وجود داشت و اونجا مکتب وجود نداشت، مکتب ها سوختانده میشد، در داده میشد. ما فکر کردیم که با ختم جنگ، که فعلا جنگ ختم شده، از امون نقطه باید درس و تعلیم زودتر شروع میشد و این نشان میداد که طالب ها راقی هم که به فرهنگ علم و درس و دانش بسیار علاقه دارن و توجه دارن که درس و تعلیم در افغانستان رشد بکنن و اینا اولین کارشان باید از اون جاهایی که خودشان مانع درس رو دادن و جنگ بود مکتب‌ها در دادن میشد از اون جاهایی شروع میکرد. متاسفانه یک سال تقریبا گذشت، به جغرافیای افغانستان طالب‌ها حاکم شدن ولی موفق به این کار نشدن. ای که اینا مکتب بند کردن و دخترها را از دست باز ماندن، حق کار برشان نمیتن و حق اظهار نظر نمیتن، در سیاست های افغانستان زنها و دخترها دخیل نیستن، این خودش افغانستان را به یک انزوا قرار داده و افغانستان را معرفی کردن اینا که اصلا نمیخواین که به علم و دانش و تخصص و علوم مدرن افغانستان دسترسی پیدا بکنن، ما را به حیث مردمی که یعنی و علم و دانش علاقه نداره معرفی کردن. فرهنگ به معنی از این هست که تو میتونی که امو دستاورت ها امو انکشافاتی که در کشور با وجود می او را معرفی بکنی و از طریق علم و فرهنگ و دانش معرفی میشی در جهان. متاسفانه که اینا میگن که ما محدودیت های فرهنگی داریم. یک محدودیت فرهنگی در زمینه درس و تعلیم وجود نداره. هرچه زودتر باید تلاش بکنن حداقل در این سالگرد تسلط خود در افغانستان اعلام بکنن که درس مکتب شروع است و دخترها میتونن کم و فی سابق به درس خود ادامه بدن. اگرچه یک سال بسیار مدت طولانی هست، جبران خسارت کرده حکومت نمیتونه ولی مسئولیت پذیری نکرده و در این قسمت بسیار کوتاهی کردن که باید این را رفع کنه. آقای پیکان، تاسو مخکې اشاره ته وکړه لومړی که دوی دا ویلې چې نصاب مشکل درسی نصاب او د حجاب مسله ده او اوس وایي چې د کلتوري محدودیتونو له امله چې یعنې په لرو پرتو سیمو کې خلک یو نوه د کلتور په اساس باندې نه غواړي چې لورګانې ښوونځیو ته لاړ شي، دغه مسله راپورته کوي. دوی تر اوسه یو کال یعنی نږدې شوي دي چې کال پوره شي او افغان نجونې ښوونځی ته نه ځي. دوی په یو کال کې د دې ستونزې حل لپاره ولې تر اوسه پورې کوټري ګامونه نه دي پورته کړي؟ حال دا چې دوی که اوس وایي چې په لرو پردو سیمو کې د محدودونو له وجې مکتبونه تړلي دي، که تیر نظام کې یو څوک په پکتیکا ولایت کې چې تقریبا د شپېتو پنځه شپېتو کالونو پورې په اندازه باندې یعنې پنځه شپېته کاله پورې عمر درلودو، یو سپینګیرې په غزور ځان باندې په بایسکل باندې خپل لور تقریبا په کیلومترو باندې لرې ښوونځي ته ولاړ، څوم د نجونو ښوونځی د دوی کلي نه لرې و. یعنی هغه مسالې ته که سړی پام وکړي، دوی وایي چې د فرهنګي محدودیتونو له امله دا تړل شوي دي. ولې تر اوسه پورې دوی نه دي توانېدلي چې همدغه دوی چې دا کومه ستونزو ته اشاره کوي، د علماو او د قومي مشرانو او د سیمو مشرانو همداراز د افغانستان سیاسونو سره نه کړي، په دې مسالې دپاره حل لاره نه پیدا کوي چې تر څو همدغه مسله د ښوونځیو چې د ټولو په ژبو په سر د همدغه په کور دننه افغانان هم ټول همدا غواړي چې ښوونځي خلاص شي، په د سیمې هېوادونه هم همدا غواړي چې باید د نجونو پر مخ ښوونځي خلاص شي او نړیوال هم همدا غوښتنه لري. ولې تر اوسه دروغ نه دي توانېدلي چې په دې برخه کې کوټلي ګامونه پورته کړي او دا مسله یو طرف ته کړي نور یې حل کړي؟ ما فکر میکنم که باید این می کار در مجلس که در لوی جرگه دایر شد و علما از هر طرف آمده بودن اشتراک کرده بودن، ما فکر میکردم که در
سرخط اولین آجندهشان مسئله درس و تعلیم دخترها باشه و خود رهبر طالبان آقای ملا هیبت الله این فرمان صادر میکرد. متاسفانه از اینجا شنیده نشد و ما میفهمیم که پایینی ها، سرپرست وزیر ها و یا رؤسا اینا تابع حکم رهبر خود هستند، ولی تا به حال رهبر طالبان واضح نساخت در مورد درس و تعلیم دختران، در مورد کار زنان، در مورد حق سیاسی زنان هیچ هدایت داده نشده و این مسئولیت برمیگرده به رهبری. و اگر رهبر طالبان به این مسئله پایان بده، خب پایینی ها هر کدام صداهای مختلف دارن. ما شنیدیم که آقای استانکزای گفت ما افغانستان بدون درس و تعلیم دخترها رشد نمی کنه، تحول پیدا نمی کنه، با طرفدار درس و تعلیم هستیم. و یا وزیر دفاع صدا زد که مسئله درس و تعلیم دخترها بسیار مهم است برای طالب ها و اینا می خواهند که اگر افغانستان قانونمند بر مبنای قانون اساسی داشته باشند، صداهای مختلف از بین خودشان هم برمیخیزه که باید درس و تعلیم باشه. یعنی نمیگن که نباشه، ولی عمل نمیکنن. یک حرف است و دیگه عمل است و وقتی که به حرف خود عمل نکنن هیچ وقت موفقیت به دست نمیآید. این خوب به نفس افغانستان است که اقدر ما از درس و تعلیم دور مانیم، به ما اندازه افغانستان محتاج، فقیر، ناتوان. باز مجبور هستی که اگر دکتر زن نداشته باشی، اگر قابله زن نداشته باشی، اگر نرس زن نداشته باشی، اگر معلم زن وجود نداشته باشه، انجینیر زن نباشه، در این صورت افغانستان محتاج امسایه خود خواهد بود که عبارت از امسایه های ما که آسیای میانه است و آسیاتر پاکستان که در اینجا بسیار مداخله داره و ایران است، با اینا مراجعه خواهد کردن و اینمی مردم فقیر و ناتوان باز هم یک گوساله و یک گر خود خواهد فروخت و پولش به خاطر تداوی خود در اونجا میره. و نقص ضرر دیگه ای است که مردم افغانستان چون امپرار هستن و همیشه به علم و تعلیم اولاد خود و دخترای خود تشویق کردن، اینا هر کدام تلاش دارن که از افغانستان برن، ولی که در را کشته میشن، نابود میشن، در فقر و غربت در اون کشورهای همسایه میرن، بسر میبرن، ولی میخواین که اولادشان درس و تعلیم پیدا بکنن. اینا همه ضررهایی است که بر افغانستان میرسه. از لحاظ اقتصادی ما ضرر میکنیم، سرمایه های مردم افغانستان، دارایی هایشان کم است، اگر زیاد است در خارج افغانستان انتقال میشه و اولاد خود انتقال میده. فلحاظا این حکومتداری نیست که اینا انجام میدن. لطفا امارت اسلامی، حکومت سرپرست طالبان تلاش بکنه که برنامه های داخلی خود هرچی زودتر آماده بکنن. اینا در عرصه اقتصادی کاملا صفر هستن. ما میبینیم که مردم افغانستان امیال فقیر است، ناتوان است. ما محتاج سوسیال اروپا هستیم و کمک های امریکا میرسه و به این شکل تا به مردم یک لقمنان برسه. پس چی برنامه های اقتصادی وجود داره؟ حداقل کار برای جوان ها در افغانستان وجود داشته باشه. و وقتی که درس نیست، تعلیم نیست، این برنامه ها هم وجود نداشته باشه و این برنامه ها را کسایی میتونن عملی بکنن و طرح بکنن که اونا دانشمند، متخصص، اهل قلم و اهل تجربه باشه، که اینا با اون نیاز ندارن. کمیسیونی را هم که به خاطر دعوت مردم از خارج آماده کرده بودن نتیجه نداد و هیچ متخصص و اهل علم و دانش مراجعه نکرد، استقبال نشد از اون. آقای پیکان، وقت دیر کم ده که بس را سر طول کو پلان تو گرته و تاسه تاس پر ازا باید سوشی چه دنجون پر مخ نور خوانزی خلاش یا دقا مسئله تا نور دا پای تکه که خودل شی. به نظر ما طالب ها استقلالیت خود حفظ کنن و به دکته کشورهای دیگر اینا در قسمت امور داخلی خود گوش نتن و مشوره های کسایی که می خواهین افغانستان و قرقره و جلب ببرن با او قدر توجه نکنن. این امور داخلی خود میگن مسئله درس و تعلیم زنان را باید به با امور داخلی خود رسیدگی بکنن و کارهای خانگی خود خودشان انجام بدن. در غیر از او اگر ما علاقمند حرف امسایه ها و دیگران باشیم، اینمی هست که مردم افغانستان از طالب ها هر روز فاصله میگیرن، تجدید میشن و حکومت نمیتونه که به شکل درستش حکومت داری بکنن و مردم افغانستان منظوری شدن حکومت علاقمند میشن برش و دور میشن از این حکومت
و میخواین که دورتر از افغانستان برن تا درس و تعلیم با اینا با اولاد خود تهیه بکنن مسائل درس و تعلیم. و از طرف دیگر این به ضرر خود حکومت فعلی هست، ایرا در انزوا قرار داده و همیشه مورد انتقاد دنیا هم قرار گرفته و دنیا میگه که نصف از جامعه درس و تعلیم نداره و این خودش مغایرت با نورهای بین‌المللی داره. بله، حاضر از این که خود از انتقاد مردم خود، از انتقاد جهان خلاص بکنم، باید به کارهای خود رسیدگی بکنم تا بتانیم در آینده افغانستان داشته باشیم که همه درهای مکتب برایش باز باشه و تمام دخترای افغانستان بدون هراس و با داشتن امنیت روانی برن درس و تعلیم خود شروع بکنن. ډیر مانه دا غره پایکان چې زمون بر نمونه په باسکه مراسره ګډون کول کور مودان آباد اوسي. از شما تشکر. مننه. دلوندونکو تاسو نه مننه تر بل خبرونه چې به هم ساس په درانه حضور کې حاضر کو تاسو ټول په لوي بخون کې خدای